در پایان جنگ سرد اتحاد شوروی نقش کلیدی در اتحاد دو آلمان بازی کرد بر مبنای یک معماری جدید برای اروپا. افزون بر این، غرب به رهبری شوروی و فدراسیون روسیه تضمین‌های مشخص و جدی داد درباره اینکه ناتو به سمت شرق گسترش نخواهد یافت و این تعهدها در آرشیوهای غربی و آرشیوهای ما موجود هستند و دسترسی به اونها برای همه امکان پذیره. اما این وعده دروغی بود که رهبران غربی هیچ قصدی برای عمل کردن به اون نداشتند. اونها تعهد رسمی خودشون رو پایمال کردند با گسترش پیمان ناتو به سمت مرزهای روسیه و از جمله این تعهد که هیچ کشور یا گروهی از کشورها در اروپا به دنبال سیطره سیاسی و نظامی بر دیگران نباشد. مجموعی از مانورهای اخیر بین ایالات متحده و متحدان اروپاییش در ناتو، از جمله آزمودن سناریوهایی برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در قلمرو فدراسیون روسیه، بی سابقه بوده از زمان جنگ سرد. هدف اعلام شده این مانورها تحمیل یک شکست استراتژیک به روسیه بوده و این تعلق خاطر بیمارگونه به این هدف چشمان سیاستمداران غیر مسئول غربی رو کور کرده و اونها رو حتی از غریزه حفظ نوع بشر هم دور کرده.